با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، بینندگان دوست داشتنی و مهربون، امیدوارم هر جای کره خاکی دارین زندگی میکنید خوب، سالم، سلامت باشید. در هر جا که منو میبینید، فرقی نمیکنه، جاهایی که عمومی، خیابون، مترو، هر جا که منو میبینید انقدر محبت خودتون رو نشون میدید تا من شرمنده میشم. واقعا همین دلگرمی شماست که ما رو سرپا نگه داشته. فقط یه خواهشی اول برنامه کوچه خاطره ها میخوام یه خواهشی از شما بکنم، عاجزانه ازتون خواهش میکنم. همینقدری که محبت نشون میدید، همینقدری که این برنامه رو تشویق میکنید، همینقدری که این برنامه به دلتون نشسته، مثال وقتی منو میبینید سلام آقای موسوی، خدا پدرت بیامرزه، خدا مادرت بیامرزه، خدا هر چی میخوای بهت بده، در پایان که میخواین خداحافظی کنید میگید این رژیم با تو کاری نداره. کدوم رژیم؟ ما تو ایران داریم زندگی میکنیم، الان 4 سال این برنامه رو آنتنه، همه ایران دارن میبینن، همه مسئولین دارن میبینن. چرا زندگی رو با یک کلمه حرف به من تلخ میکنید؟ و واقعا من تو خانوادم مشکل پیدا کردم با این موضوع. بیاییم دیگه از این به بعد خوبی ها با هم صحبت کنیم، از جاهای خوب این برنامه کوچه خاطره ها با هم صحبت کنیم. چرا با یک کلمه به هم بریزیم؟ نه عزیزان من، هیچ کس به ما کاری نداره. بارها تو برنامه گفتم ما از اون هنرمندانی که رفتن، اگه برگردن، ما همه ایرانی ها با دسته های گل میریم تو فرودگاه استقبالشون. همشون میان میرن چون ایران وطنشونه. ما ایرانی هستیم، به ایرانی بودن خودمونم افتخار میکنیم. هر ایرانی هم برگرده به ایران، آزاد داره زندگیشو میکنه. هیچ کسی با ما کاری نداره عزیزان. خب بیش از این سرتون رو درد نمیارم. این یه گله کوچیکی بود از بعضی از دوستانی که منو میبینن با یک کلمه حرف منو به هم میریزن. خب امروز هم کوچه خاطره ها این افتخار رو پیدا کرد در خدمت یکی دیگه از ستاره های سینما. ببینید شما وقتی ستاره سینما، اسمم نمیبرم، وقتی ستاره ها رو میبینید باید بدونید که پشت پرده کسی هست، دست کسی تو کاره که این ستاره رو ساخته به شما نشون داده. امروز هم افتخار نصیب ما شد گروه کوچه خاطره ها در خدمت بزرگ مرد سینمای ایران باشه. خیلی بزرگه، واقعا همه ما به وجودش افتخار میکنیم. خیلی ستاره تحویل این جامعه داده، خیلی فیلم های خوبی رو برای شما ساخته. میریم یه برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. میبینیم. بله عزیزان، همینطور که خدمتتون عرض کردم با دیدن این عکس‌ها و فیلم‌ها متوجه شدیم که امروز در خدمت استاد قدرت الله بزرگی هستیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما بزرگوار. متشکرم. ممنون که پذیرفتید در خدمتتون باشیم. شما اگه یه سلام علیکی با بینندگان داشته باشید انشالله مصاحبه‌مون رو کلید می‌زنیم. خواهش می‌کنم. من هم خدمت همه آقایون و خانم‌ها، دوستان عزیز، اونهایی که واقعاً تصویر ما و دیگر دوستان ما رو از خاطره ها میبینن تشکر میکنم. همین زحماتی که آقایون شب و روز میکشن تا یه مصاحبه ای تهیه کنن و بذارن در تماشای شما، برای ما هم لذت بخشه. ما هم با دقت صحنه های این مصاحبه ها رو که از دوستان ما پخش میشه تماشا میکنیم. ابتداعا در پیروی مطالبی که ایشون گفتن خواستم به عرضتون برسونم، واقعا اگر این آزادی که الان ما داریم، خود من 1 سال یا 2 سال پیش میترسیدم صحبتی بکنم، میگفتم شاید مثلا مسئولین از ما سوال کنن که چرا مصاحبه کردید، ولی الان دیدم دوستان ما به خوبی و به راحتی با هم صحبت میکنن در رابطه با برنامه خاطره ها و بعدم برنامهشون پخش میشه، هیچ کسی هم اعتراضی نمیکنه. ابتداعا اجازه بدید من از وزیر محترم ارشاد، که واقعا این یک واقعیت بدون هیچ گونه تملق‌گویی، خانم من چند روز پیش به اونجا رفته بود برای یک کاری، خداوندی خدا این عین واقعیت، ایشون گفتن انقدر من از این آقای وزیر از گفتار و کردارشون لذت بردم، با دقت هرچه تمامتر می آمدن به دوستان می گفتن که آقایون همکاران عزیز، آقایون و خانوم هایی که اومدن اینجا مشکلی دارن، کاری دارن، سرعت عمل به خرج بدید،
بذارید حداقل اینها راضی از اینجا برن بیرون. و این مسئله خیلی خوبه و من از همینجا حضور وزیر محترم ارشاد سلام عرض میکنم. مساعدت ها و محبت های شما دورادور به ما رسیده و من از همتون متشکرم و انشالله بتونیم خدماتی هم که به وسیله ما باید انجام بشه انجام بدیم تا رضایت خاطر عموم رو فراهم کنیم. انشالله به قد زیبا صحبت میکنن، ما انرژی میگیریم. خواهش. در صورتی که آقای بزرگی واقعا بزرگ هستن. کارهای هنریمون رو از خیابان ناصر خسرو، بازارچه مروی و کوچه نقابت آغاز کردیم. تلاش فراوانی برای نزدیک شدن به کارهای هنری از اونجا شروع شد و علت اصلیش هم این بود که چون برادر من جعفر بزرگی سالهای سال در رشته های هنری فعالیت داشت، من به خاطر ایشون به این طرف سوق پیدا کردم و همیشه دنبال این بودم که بتونم یه درجاتی برای خودم کسب کنم. بفرمایید که شما چند تا خواهر برادر بودید؟ از خانم خدمتتون که ما پدرمون خدا بیامرز سه بار ازدواج کرد، ما سه تا برادر ناتنی هستیم، همه و هم ناتنی هستیم. بله. یکی به نام جعفر بزرگی، محمد بزرگی و من هم قدرت الله بزرگی. بله. از خانم خدمتتون که پدرم در تحصیل ما زیاد نمیتونست کوشا باشه چون سن بالایی داشتن. من مادرم خانوم سوم ایشون بودش و وقتی که ازدواج کردن من به سن شاید 9-10 ساله بودم که پدرم فوت کردش و بعد از خانم خدمتتون که اونطوری که باید و شاید در رابطه با تحصیلات من دقت نشد، من تا مرز دیپلم فقط تونستم پیش برم که از این بابت متاسفم، چون موقعیت های اجتماعی اجازه میداد که ما تحصیلات بالاتری داشته باشیم، ولی من دوره هنرهای دراماتیک رو دوره تئاتر پیش آقای دکتر فرو، پروفسور دیویسون و همچنین آقای پرویز غنیم‌فر دیدم و از اونجا تقریبا تشویق‌نامه هایی دریافت کردم و بعد به تئاتر رو تلویزیون رو آوردم. بله. این سه تا برادری که با خودتون سه تا، اون دو تای دیگه هم یکیش که شادروان آقای جعفر بزرگی و دیگری محمد بزرگی. آقای محمد بزرگی هم تو کار هنر بود. ایشون بازرسی وزارت دارایی بودن. خب من از کارگردان برنامه تقاضا میکنم یکی از عکسای آقای جعفر بزرگی رو نشون بده، چون مردم خیلی خاطره دارن و منم باهاش عکس دارم. یادمه که دخترم عاطفه اون موقع خیلی کوچولو بود، آقای بزرگی دور از حالا دستش گرفت و اومدیم توی تالار قصر شیرین عکس ستایی گرفتیم. از آقای کارگردان این برنامه تقاضا دارم این عکس نشون بدن و اینجا هم اعلام میکنم تا کسانی که تا دیروز بین ما بودن و امروز نیستن، روحشون شاد، یادشون گرامی. یکی از اونها این هنرمند بزرگ آقای جعفر بزرگی بودن. خب بیدیم سراغ برنامه، نمیخوایم مردم رو ناراحت کنیم زیاد. اول به آقای جعفر بزرگی رفتن تو کار هنر یا شما رفتید؟ ایشون رفتن چون بزرگتر از من بودن. خب اون موقع که شما اومدین رو به هنر ازدواج کرده بودی؟ نه خیلی، من از دورانی که در مدرسه بودم، مدرسه ما در بازار باقلیچی بود انتهای عباس‌آباد. کسی جرأت نمیشد در بازار تهران که علی ظاهر فکر میکردن همه مخالف این حرفا هستن تئاتری بنا کنن. ولی من با تلاش فراوان در بازار عباس‌آباد دبستان زن، بزرگترین تئاترایی که در اون زمان با اون سن سال ما مقتضیات زمان اجازه میداد اجرا کردیم. و بسیار مورد تشویق خانواده، چون اصولا تمام پدر مادر بچه ها بازاری بودن. ولی من از منطقه دیگه به اونجا رفته بودم و به تحصیل مشغول بودم
خیلی زود تونستیم در این رشته اونجا موفقیتی به دست بیاریم. بله. و از اون به بعد تئاترها گذاشتیم و بعد تئاتر رو به تئاتر فردوسی و تئاتر جامعه باربود کشوندیم و چندین برنامه در همون سنسال روزهای جمعه صبح برنامه اجرا می‌کردیم. بله. به ترتیب جلو آمدیم تا جایی که عرض کنم خدمتتون که من تونستم بزرگترین برنامه تئاتری خود رو به نام زاره شیکاگو که یکی از داستانهای بسیار بزرگ بود به روی صحنه بیارم و اون رو ابتدا یکی از دوستانمون کارگردانی کرد و در مرحله‌های بعدی که در جاهای دیگه گذاشتم من کارگردانی کردم که با موفقیت بسیار بالایی روبرو شد. اون روزها آقای ثابت پاسال و خانومشون که آورنده تلویزیون به ایران بودن خیلی مختصرن تلویزیون روزی 2 ساعت 3 ساعت برنامه داشت و برنامه‌های انتخابی به وسیله ایشون تعیین می‌شد. یه روز از ما دعوت کردن، ما رفتیم این تئاتر رو اونجا اجرا کردیم و بسیار خوششون اومد و اجازه دادن فردا شبش در تلویزیون پخش بشه. منظور اینقدر تلویزیون محدود و مسدود بود که فقط خودشون میامدن میشستن و تئاترها رو انتخاب میکردن و برنامه ها رو انتخاب میکردن که فردا مثلا از ساعت 5 تا 7 برنامه داشت تلویزیون برنامه رو اجرا کنن. بله. آقای بزرگی نویسنده، کارگردان، تهیه کننده و همینجور از اسمش پیداست، بارها من اینو میگم واقعا از صمیم قلب میگم، خیلی بزرگوار هستن. آقای بزرگی میرسیم به تئاتر و کارگردانی و تهیه کنندگی، قبل از اینا راجع به ازدواج شما دارم سوال میکنم. ازدواج کردین، حاصل ازدواجتون چی؟ از هم خدمتون، من کلن 4 تا بچه دارم، 2 تا پسر 2 تا دختر. یکی از دختران با تلاشی که من چند سال مجبور شدم سینما رو ازش کوتاهن خداحافظی کنم، تلاش کردم تا این دختر رو بتونم برسمش آمریکا. واقعا زحمت کشیدم. گاهی اتفاق می افتاد من مثلا کارهای تزییناتی انجام میدم چون تو اون رشتم تخصص داشتم و چندین کارگر داشتم، کارهای تزییناتی انجام میدادم. گاهی یه وقت دوستان و روزنامه‌نگارایی که مثلا تصادفاً ما به دفترشون خورده بودیم با دوربین یهو میامدن 3-4 تایی عکس میگرفتن، میگفتن چقدر شما ساده و آرام راحت نشستید، دارید به این راحتی کار میکنید و خیلی مردم تشویق میکردن اونهایی که متصدی اونجا بودن. من تلاش کردم تا دخترم رو فرستادم آمریکا. یک دختر دیگه هم دارم که همینجا در ایران ازدواج کرده، الان پسرش وکیل دادگستریه. حضورتون عرض کنم خدمتتون که از این خانومم یک پسر دارم به نام فرزان، بسیار و فوق العاده از این بچه من راضی هستم، از اون پسرم هم پشمونه بسیار راضی هستم، اینها محبت میکنن و واقعا یار و مددکار من هستن. زنده و سلامت باشن. آقای بزرگی اینا هم تو کار هنر هستن الان؟ نه خیر، از اون خدمتون بچه‌ها رو من معتقدم از هر خانواده 1-2 نفر برای هنر کافیه. کافیه. بله. من تا بخوایم بریم سوال از سینما و تئاتر و تلویزیون داشته باشیم، وقتی وارد اینجا شدم چشم به یه تابلوی خورد که بالا سر ما قرار بلد گرفته، شهیده. این چه نشبتی باشه؟ از کنم خدمتون که برادر خانوم هم هستن که اینجا هستن به نام شهید جعفر لاوی هستن. ایشون تلاش های بسیاری کردن با توجه به سنی که داشتن برای خود متصدیان اون روز که در جبهه جنگ بودن بسیار عالی و از خانم خدمتون که خوشحال کننده بود. ایشون خیلی موفقیت داشتن ولی متاسفانه در یکی از تلاش‌ها به درجه شهادت رسیدن. پدر و مادرشون ابتداً بسیار ناراحت شدن ولی باز به خاطر اینکه این همه مردم به استقبالش اومدن برای تشریح نازش فعالیت ها شد، خیلی زحمات کشیدن، تعدادی مردم از تهران از تهران رفتن بالاخره با شرایط بسیار خوبی به خاک سپرده شد. از خانم خدمتون در اصفهان از خانواده اینا تجلیل شد که ما هم باز سهم خودمون از همشون متشکریم. ایشون 2 خواهر دیگه هم دارن و 2 برادر
خانوم هم عرض میکنم. بله بله. این هم عرضم خدمتون که در رشته های آزاد در اونجا فعالیت. من نمی قصد این که ناراحت کنم یا خدای نکرده شما رو ناراحت کنم رو نداشتم. از آقای بزرگی تقاضا دارم. آقای بزرگی، ما خواهیم یکی از فیلم های شما رو الان نشون بدیم که موجوده. خواهش. فیلم هایی که قبل از انقلاب ساختید. بله. کدوم یکی از فیلم هاتون رو که موجود؟ بله. از هم خدمتون که اولین فیلم هم گردش روزگار بود. بله. نه نمیخوام لو بدی فیلم ها رو. بله. فقط یکیشو الان ببینیم برگردیم بعد راجع به فیلماتون صحبت کنیم. من منتظر دستور شما هستم. بله. بس میریم، یه اسمم نمیبریم، میریم یکی از کارهای خوب آقای بزرگی که در قبل از انقلاب ساخته شده میبینیم، برمیگردیم باز در خدمتتون هستیم. خب آقای بزرگی، دیدیم فیلم گناه مادر. بله بله. یه خورده راجع به این فیلم صحبت کنیم، بعد یک سوالایی راجع به کارگردانی و تهیه کنندگی هم از خدمتتون دارم. این فیلم رو خودتون ساختین؟ بله. اگر امکان داره تهیه کننده، کارگردان و بازیگراش؟ از خانم خدمتون که فیلم گناه مادر رو داستانش من خودم نوشته بودم، تهیه کننده شرکت فونیک بود. بله. از هنرمندان قدیمی بسیار. آقای بزرگ عذرخواهی میکنم روبروتون رو. بله بفرمایید. از هنرمندان قدیمی بسیار در این فیلم بازی کرده بودن. اگر لازمه اسمشون هم بگم. بله بفرمایید. آقای هوشنگ بهشتی. بله. زنده یاد آقای خسرو شایگان و منصور سپریا و سرکار خانم شیده و خانم سارا. عرض کنم خدمتون خانم ها واقعا بسیار قشنگ و پروین قفاری. بله. و پروین قفاری ایشون در این فیلم روزها معروف بود به متلایی شهر ما. برنامه بسیار خوبی رو اجرا کردن. یک تئاتری بود که ما تبدیل کرده بودیم به فیلم سینمایی به نام گناه مادر و همگی در این مجموعه بازی می‌کردن. به اضافه سرکار خانم شیده که تو این فیلم واقعا هنرنمایی کردن که به علتی که نتونستن، نمیدونم دلایل خصوصی داشتن، نتونستن تا اتمام کار با ما باشن، ولی قسمت‌های اعظم فیلم رو یاری کردن و این فیلم رو به ما به بازار آوردیم. ولی مهمترین مسئله‌ای که در این فیلم اتفاق افتاد موضوعش این بود که این فیلم با 450 هزار تومان فروش که مجموع فروش 380 هزار تومان به هفته دوم میرفت، تلاش کردن که این فیلم رو پایین بیارن. بله. حالا داستان‌هایی داری که لازم نیست زیاد بعضیتون برسونم. بله. ولی یکی دیگه از مسائل مهمی که اتفاق افتاد، این فیلم در قبل از انقلاب وقتی به وزارت فرهنگ اون زمان میره، برای من نامه‌ای می‌نویسن که قدرت الله بزرگی، دیالوگ‌هایی که برای فیلم گناه مادر گذاشتید بالاتر از سطح تماشاچیان فارسیه، این رو ببرید و سطحش رو بیارید پایین، که این یکی از مشکلات و معضلات کشور ما در اون موقع بود. به جای اینکه تشویق کنن، قدردانی کنن که شما مطالب و دیالوگ‌های جالب و زیبایی گذاشتید، ما ببریم سطح یه فیلم رو بیاریم پایین. این در هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده بود مگر در کشور ما در قبل از انقلاب. بعد در هر حال ما با این موضوع مبارزه کردیم و تا اونجایی که تونستیم نذاشتیم حرکت ایجاد بشه و فیلم با موفقیت روی اکران آمد. ولی متاسفانه تلاش میکردن که فیلم ما رو بیارن و با فروش 450 هزار تومان فیلم رو پایین آوردن بعد از چند روز. بله. اسمی از خانم شیده بردید، این واقعا افتخاری بود که ما با خانم شیده هم مصاحبه داشتیم. بله. که راجع به این فیلم هم یک سری صحبت ها شد. بله. که خانم شیده فرمودن که گویا آقای قطبی نخواستن این فیلم رو پرده باشه. بله. حالا که شما فرمودید من مجبورم ادامه صحبت شما به عرضتون برسونم که آقای قطبی در اون زمان با این خانم شیده ازدواج کرده بودن. بله. خانم شیده هم یه مقدار کم لطفی کرده بودن و ما رو در جریان قضیه نذاشته بودن. ما ناچار شدیم که در همون قضایا مونده بودیم، چه بکنیم که آیا ایشون بر نمیگردن چه بکنیم. مدت ها بلا تکلیف بودیم. در اون زمان نوجوانی برای ما خیلی مشکل بود، تلاش ها کردیم ولی متاسفانه به نتیجه نرسیدیم که با ایشون تماس بگیریم. و فیلمو به یه ترتیبی که میشد، من برداشتش رو از برداشت های از خانم خیلطافات فیلم رو گرفتم در یه جایی که لازم بود و مقداری هم باز فیلم برداری کردیم و کار صحنه رو پر کردیم و نذاشتیم که لطمه بالایی به فیلم بخوره. البته کلن به خود ما خیلی لطمه خورد. بله. چه از نظر مادی چه از نظر معنوی. و
ولی در هر حال فیلم رو به اکران فرستادیم که با موفقیت روبرو شد و این موضوع باعث شدش که ما خیلی توقف داشته باشیم برای فیلم های بعدیمون بیشتر فکر کنیم و به همین ترتیب گذشت. و بعدها که با خانم شیده رسیم خوشبختانه ایشون گفتن که به هر طریقی شده، حالا نه به صورت کامل مادی، به صورت معنوی، هر کاری از دست من بر بیاد انجام بیدم که جبران گذشته بشه. خودشون هم پذیرفتن که اشتباهی پیش اومده و این خوب برای ما خیلی خوشحال کننده بود. بله. خب آقای بزرگی، از تئاتر گفتین شما. بله. چند تا تئاتر کارگردانی کردید و اجرام داشتین شما؟ من از خودم خدمتون که بیش از 30 یا 40 برنامه تئاتری داشتم که 30 تاش رو خودم کارگردانی کردم و داستان نویسی کردم و همین با مسئله تئاتر باعث شد که ما به سینما بیاییم. بله. عرض کنم خدمتون که یه روزی من در روی من فیلم های مختصرا چند تاشو به عرضتون میرسونم که زیاد وقتون نگیرم. خواهش. مهمانی در هتل خان و ارباب، تئاترن دیگه. بله بله. تئاترن. بله. مهمانی در هتل خان و رعیت، عرض کنم خدمتون که شبی در هوای آزاد، کمدی انتقادی پول و به خصوص زاره شیکاگو و اینها برنامه بود که من مدت‌ها دو تا تئاتر در اصفهان داشتم و این دو تا تئاتر رو با هم اداره می‌کردم و برنامه‌های بزرگی رو اونجا اجرا کردیم. که یکی از برنامه‌های که در اونجا مورد استقبال قرار گرفت با مرحوم فرهمن که از اساتید هنر تئاتر مملکت ما بودن اجرا کردیم به نام که خان و رعیت. خیلی داستان قشنگی بود، در همون زمانی بودش که خیلی روی مسائل حساسیت بود و این کار با موفقیت روبرو شد. ولی مسئله ای که باعث شد که ما به سینما بیایم، یکی از کارگردان‌های مشهور اون زمان یه روزی تشریف آوردن تئاتر. اگر امکان داره اسمی هم از این کارگردان ببریم. و همینو می‌خواستم سوال کنم از خدمتتون، چطور شد از تئاتر اومدین سینما و بازیگر نشدین، رفتین سراغ کارگردانی؟ همین الان براتون می‌گم. من خیلی اشتیاق داشتم که در سینما بازیگر بشم. هیچ وقت فکر نمی کردم که ممکنه خداوند این همه محبت کنه و به مقام کارگردانی برسم. ما در اونجا از کنم خدمتون تئاتری بازی می کردم که مورد توجه عموم قرار می گرفت و یه روز آقای کارگردانی به نام آقای سردار سایه و آقای کارگردان دیگه که الان یادم نیست، اینها به عنوان مهمان تشریف آورده بودن اونجا. وقتی تئاتر من دیدن خیلی خوششون اومد. موقع رفتن گفتن که دوست داری سینما بازی کنی؟ گفتم بله، اصلا ما این مراحل رو طی میکنیم که بتونیم به سینما بیاییم. گفت پس فردا شما بیاین فلانجا رو. آدرسی به ما دادن و ما به اتفاق اون دوستمون، گفتم من ایشون هم میارم. گفت حالا ایشون هم بیا، حالا خودت بیا بعد یکی دیگر هم با خودت بیار. گفتم چه بلند شدیم و رفتیم اونجا و عرض کنم خدمتون یک حیات بسیار بزرگی بود که میشه گفت باقی بود. ما رو در یه ردیفی گذاشتن و قرار شد که نوبت ما شد صدا کنن اینا. مسئله که اونجا اتفاق افتاد، موقع شام رسید و هنوز نوبت ما نشده بود. اون روزها ساندویچ 5000 بود. 5 قیرون بره. عرض کنم خدمتون که و بعدم عرض کنم خدمتون 40 کباب 2 تومن. ما دیدیم موقع شام 2 نفر مسئول شام هستن. یکی سینی 40 کباب دستشه، یکی هم که ساندویچ. ماها که تازه وارد بودیم و کسی نمیشناختن به ما ساندویچ میدادن. به اون آقایون که یه ردیف بالاتر بودن، مثلا آقای آزاد غیرزاله که این حرفا، خانم حکمت آزاد شعار، اینا بهشون 40 کباب میدادن. من یه لحظه جوانم بودم ولی یه مقدار فکرم کار میکرد. گفتم چقدر بده که آدم اگر بخواد که حتی غذا 2 نوع پخش کنه، هر دو رو به یه جایی هم ساندویچ بدم دست مردم، بغل دستی رو بهشون 40 کباب بدم. به دوستم گفتم بیا بریم. گفت کجا؟ گفتم بیا بریم، من کارگردان میشم برمیگردیم. و آقا رول سیاه لشکرم ندادن ما بازی کنیم، شما میگی بریم کارگردان بشیم برمیگردیم همین به همین راحتی؟ گفتم حالا من بهت میگم دلت میخواد بیا نمیخواد من میرم دیگه. ایشون پذیرفت چون با من اومده بود، میدونست بعد از من اینو تعبیر نمیگیرم. اون آقا مثلا بازی ما رو پسندیده بود. بعد مجبور شدم و رفتم شروع کردم به مطالعه کردن، ولی نه آسیستانی کردم نه کاری کردم، نه فقط مطالعه کردم و یکی دو سه بارم رفتم در صحنه‌های فیلم برداری از دور نظارت کردم. خلاصه خداوند خواستش، از طرف یه آدم مغرور و خودخواهی نبودم
که هر چیزی خودم بگم فکر کنم 100% صحیحه. خلاصه اومدیم اولین فیلم رو شروع کردیم، تمام هنرپیشه های اون فیلم آوردم توی همین فیلم، همون فیلمی که رفتیم به یه عده ساندویچ میدادم، به یه عده چلا کباب میدادم که مجاز ساندویچ ها بودیم، آوردیم تو کار. خب عرض کنم خدمتشون، آوردیمشون رو همه رو همه تعجب کردن چه ممکنه اینقدر. من باید همینجا به عرض دوستان به خصوص طبقه جوان مملکت برسونم، به خداوندی خدا به این مسئله معتقد هستم، در کنار نیروی جوانی، در کنار تلاش و فعالیت، هر کس به هر درجه‌ای بخواد میرسه، ولی هیچ چیزی بدون زحمت به دست نمیاد. شکست داره، مسائل مالی داره، مشکلات داره، فقر داره، ولی در آخر موفقه. چون همه اون داستان معروف رو میدونن که یک کسی میره از فلسطین فیلم برداری کنه، میگیرن هم دوربینش از دستش میگیرن، هم یه کتکی میخوره و هم به زندان میره و این حرکتش رو 3-4 بار تکرار میکنه، در دفعه پنجم فیلم این در جهان مورد موفقیت قرار میگیره و جایزه میبره. بنابراین ما از همین مسائل بهره‌برداری میکنیم که در کنار نیروی جوانی و فعالیت آقایون به همه درجه میرسن، ولی نظر من شخصا به همه جوان ها اینه که سینما رو تا نرسیدن به هدف مقدس خودشون شغل دوم قرار بدن، که مجبور نشن دورانی که در زمانی که میخوان بیاموزن سینما رو مسائل و مشکلات مادی داشته باشن. مسائل و مشکلات مادی انسان رو عقب میبره و مجبور میشن که هر فیلمی رو با هر شرایطی بپذیرن و بیش موفقیتی براشون نداره. آقای بزرگی از تئاتر اومدن سینما و اولین تجربه خودش و اولین فیلم خودش رو میخواد ببره جلوی دوربین. بله. راجع به اولین فیلمتون صحبت کنین اگر امکان داره. بفهم. از هم خدمتون، اولین فیلم ما فیلم گردش روزگار بود که داستانش رو خودم نوشته بودم، تلاش ها کردم که انشاءالله در آینده بیارم به روی اکران، ولی خوشبختانه خداوند محبت کرد و یه روزی در منزل ما رو کوبیدن و گفتن در یه جایی صحبت شده و تشخیص دادن چون شما در تئاتر خیلی موفق بودید میتونید بیاید و این فیلم رو کارگردانی کنید. بله. ما طبق معمول گفتم فکر نمی کنم وقت داشته باشم، البته با اشتیاق میخواستم خودم به دانبان کار گفتید خود بازار گرمی کنیم ببینیم چی میشه. بالاخره رفتیم و دیدیم به استقبال خوبی کردن و ما شروع کردیم و این فیلم رو به ساختن خیلی زحمت کشیدم. به منم سپردن که آقا وقتی فیلم شروع شد از کسی استفاده نکنی یا مردم بگن که نه ممکنه این قسمت ها رو بلد نباشه و فلان، چون من همه میدونن بهترین حالت ها رو به هنرپیشه میتونم بدم. بله. یعنی این در سینما گفته های مردم رو میگم و دوستان و همکارانمون رو میگم، هر حالتی رو بخوان بدن خوب میتونم از بسیار آدم هایی که عابر هستن میتونم فیلم سازی کنم ازشون کار بگیرم نه، ولی خب در سینما یه تکنیکی هست، یه مسائلی هست که اون روزها ما واقعا وارد نبودیم. من گفتم نه من از هیچ کسی کمک نمیگیرم. آقایونی که وارد سینما میشن ابتدای فیلمبردار قوی میذارن، ما متاسفانه یه فیلمبردار متوسط گذاشته بودیم و هر دو ور ضعیف بودن، هم کارگردان که من باشم برای اینکه اولین بارم بود یه مقدار ضعیف بودم، هم فیلمبردار. من یه فکری کردم گفتم اگر بخوام با غرور خودم برای خودم یه کاری درست کنم و فلان کنم، نه سرمایه مردم که از بین میره موقعیت خودم هم از بین میره. در جلسه اول به همین گفتم خانم آقایون همه میدونن که من سالهاست در تئاتر هستم، موقعیت های اجتماعی دارم در تئاتر، تشویق‌نامه از رجال مملکت زیاد داشتم، هنوزم که دارم اینا. عرض کنم خدمتتون که ولی سینما داستان دیگه ایه. بنابراین من با حضور همه شما از این آقای علی آزاد که تجربه بالایی دارن در سینما خواهش میکنم که در بعضی قسمت‌های حرکت دوربین ما رو کمک کنن. جمعیت به جای این که مثلا فکر میکردم که انتقاد کنن همه کف زدن، گفتن که چقدر با قدرت هستی که این بیان رو اعلام کردی، مطالب رو اعلام کردی که ما متوجه بشیم باید چیکار کنیم و با دقت بیشتر برات کردیم. خوشبختانه اون فیلم تمام شد و اولین فیلم ما به نام گردش روزگار در گروه سینمای پلازا اکران شد و خوشبختانه با موفقیت روبرو شد که فیلم‌های بعدی رو به ما دادن. خب
این اولین فیلم بود. دومین فیلمتون اسمش چی بود؟ دومین فیلم من گناه مادر بود. گناه مادر بود که راجبش صحبت کردیم. سومین فیلم شما چی بود؟ سومین فیلم ما یه فیلم بزرگی رو اومدیم شروع کنیم به نام باشرف ها. باشرف ها. اون روزها از اون خدمتون آرمان و جمشید مشایخی بهشون گفتن دو قول سینمای ایران. بعد تو این اسخای میکنم تو این فیلم خانم فریبا خاتمی هم بازی می‌کرد. درسته. خانم فریبا خاتمی سپرنیا. از کنم خدمتون تعداد دیگه از دوستانی که الان کاملا حضور ذهن ندارم و ازتون برسونم. فریبا خاتمی، آقای جمشید مشایخی و آرمان. هنرپیشه های بزرگ سینما بودن. سینما واقعا بله. و سومین تجربه شما بود درسته؟ بله. هیچ مشکلی با این هنرمندا نداشتین چرا؟ شما؟ چرا؟ بله بخوام به ازتون برسم. خواهش. آقای جمشید و مشایخی و آرمان که هر دو آدم های با شخصیت با تحصیل و بسیار واقعا استاد ما بودن که هستن، اینها گفتن که ما نمیتونیم که باورمون نمیشه این آقا با این سن سال بتونه یه همچین فیلمی رو بسازه. اینا ما تصمیم گرفتن که یه روز تشریف بیارن من کارگردانی کنم و اگر دیدن که واقعا در چنته من چیزی هست اینا قرارداد امضا کنن، در غیر این صورت خدافظی کنن و برن. ما در یه پلاتویی که مربوط به آقای وحدت بود اونجا این صحنه بزرگ رو گذاشتیم و همه هنرپیشه ها اومدن و تعدادی بیشماری هم از هنرمنده ها اومدن. اون روزها اشتیاق و ذوق به این نوع مسائل بیشتر بود که بیان ببینن. در هر حال ما اون روز این برنامه رو درست کردیم و همه تشریف آوردن و خانم ها آقایون اومدن و آقای مشایخی آرمان اومدن. من به آقای مشایخی گفتم، به آقای آرمان گفتم آقای آرمان شما در داستان ما کاوردار هستید ولی آدم با شخصیت و مورد توجه مردم هستید. شما پسرتون یک اشتباهی انجام داده، حالا این خانم اومده اشتباه پسر شما رو گوش زد میکنه، شما با ناراحتی با توجه به شخصیت اجتماعی که دارید ناراحت به طرف پسرتون حرکت میکنید، از این پله ها میرید بالا که با پسرتون برخورد کنید. ایشون من ابتداعا نصره رو گفتم و بعد گفتم آقا دور چراغ رو روشن کنید و دوربین حرکت دادیم و آقای آرمان به وسط راه که رسیدن گفتم نشد آقای آرمان. آقای آرمان به شدت ناراحت شدش که راستم میگو، به نظر خودش هنوز ایشون مطلبی نگفته بود که من ایراد بگیرم، ولی باید توجه داشته باشیم که تمام ایرادها در سینما فقط بیان نیست که، مهمتر از همه حرکته. بله. حرکت آدم هاست، تصویر آدم هاست. گفتم که آقای آرمان نشد، حالا من عذرخواهی میکنم. با اون لهجه شیرین خودشون گفتن که پسر یه جوان از راه رسیده اجازه بده ما یه کاری بکنیم بعد تو خود نمایی کن بگو نشد. مردم یه خنده ای دادن و ما هم ساکت یه لحظاتی تحمل کردیم. گفتیم شرط موفقیت تحمل این نوع حوادثه، این نوع اتفاقاته، نه اینکه برخورد کردن اینها. گفتم جناب آقای آرمان اشتباه از کارگردانی بود نه از شما. گفت ها راست میگی ببخشی. خلاصه گفتیم چراغ رو خاموش کردن و رفتم در گوش آقای آرمان گفتم آقای آرمان اشتباه از شما بود نه از من. آهسته گفت چرا؟ گفتم من به عرضتون رسوندم که شما نقش یک آدم با شخصیت بازی میکنید، یک آدم با شخصیت ولی از پسرش خطایی سر میزنه مثل قهرمان ها حرکت نمیکنه، شکسته میشه، افتاده میشه، در حرکتتون در پله هایی که دارید میرید بالا دستتون باید پشت سر شما بیاد، نه اینجوری اینجوری. این مال کسی است که پسرش قهرمان شده به سوش میره، نه پسرش بازوردگی ایجاد کرده. گفت جمشید مشایخی امضا کنی پسره یه چیزایی میفهمه. البته کلمات دیگه ای گفتم من به احترام آقای کارگردان جناب عالی و دیگر تماشاگران عزیز اون نکات رو دقیقاً نمیگم، البته جمله‌شون هم بد نبود ولی خب یه خورده فاصله فرهنگی داره. خلاصه عرض کنم خدمتتون که اینا امضا کردن و اون فیلم با شرف‌ها که یکی از فیلم‌های مشهور ما در اومد به اتفاق تمام اون هرجای برجسته اون روز که بعد از اینم آقای فردین روحشون شاد رفتیم با ایشون مذاکره کردیم، ایشون پذیرفتن، گفتن که شما بعد از فیلم با شرف ها دیگه مارکتون خورده. بله.
موفقید و من حاضرم و شما برید کار فیلم برداریتون بکنید، من یک ماه دیگه میام جلوی دوربینتون. ما اشتباه کردیم و... یعنی برای چهارمین فیلم بله. اشتباه کردیم و رفتیم از اون هنرپیشه دیگه استفاده کردیم، می‌خواستیم اون یه ما رو معطل نشیم. ولی در هر حال این هم مسئله این بودش که باز هم در اینجا باید آقایون و دوستان و خانم ها آقایون هر کسی که میخواد در سینما بیاد باید تحمل یه مقدار حوادث و اتفاقات خوب و بد داشته باشه. بله. اگر این اتفاقات رو بپذیره موفق میشه، اگر از روز اول بخواد آدمی به نظر خودش موفق باشه هرگز اینطوری نیست. بله. آقای بهروز وثوقی هم از کسانی هستن که برای اولین بار تو اون کلاسی که ما تئاتر داشتیم توسط آقای والیزاده معرفی شدن اومدن و این جوان اینقدر مؤدب و منظم بود که از ایستادنش و طرز دقتش ما همه متوجه بودیم که این از همه ما جلو میفته و همینطور هم شد. انشالله که جناب آقای بهروز وثوقی هر جا که هستن زنده باشن، سلامت باشن، چرا که آقای قدرت الله بزرگی یک کارگردان بزرگ خواهش. وقتی داره تعریف میکنه و ستاره سینمای ایران هستی تا ابد. میریم یکی از کارهای زیبای شما رو میبینیم، برمیگردیم باز در خدمت هستیم. بله، دیدیم و برگشتیم فیلم با شرفها رو باز بازی زیبای خانم فریبا خاتمی. بله. خب اگر امکان داره آقای بزرگی کمی از فیلم با شرفها صحبت کنیم. عرض کنم خدمتون که فیلم با شرفها تنها فیلمی بودش که بعد از اون موفقیت که ما در گناه مادر داشتیم بار دیگه تونست توی جامعه ما یه سرصدایی به راه بندازه، به خصوص که در اون روز هم که همونطور که برزتون رسوندم با آقای جمشید مشایخی آرمان دخول سینما نام می بردن، آدم های بسیار موفقی بودن در فیلم گنج قارون و غیر ظالب، اون آقای جمشید مشایخی هم در فیلم های آقای آتمی خیلی معروفیت و موقعیت های اجتماعی به دست آوردن و ما این فیلم رو ساختیم به لطف الهی. پخشش هم یکی از بانک های ایران به نام بانک تعاون و توزیع داشت که با موفقیت روبرو شد و برای ما تونست موقعیت اجتماعی و رونق کاری به وجود بیاره. بعد از اون عرض کنم خدمتتون که در اون فیلم که همونطوری که دارید آقای مشایخی آرمان، فریبا خاتمی، سپرنیا، پیمان که باز از چهره‌هایی بودش که ما برای موفقیتش تلاش ها کرده بودیم. بله. اینها هنرمندهای بزرگ فیلم با شرف ها بودن. بله. طاهر غلامزنگی هم از فیلم های بعدیتون بود. بله. خودم یکیش خیلی بعد از با شرف ها موفق. از هم خدمتون که فیلم طاهر به علت داستان قویی که داشت با توجه به اینکه تکنیک خوبی نداشت از هم خدمتون جز فیلم های موفق بود، چون داستانش داستان گیرایی بودش و مردم کوچه بازار خیلی دوست داشتن. این فیلم هم به زمان خودش خیلی موفق بود، داشت همیشه خداوند یار و یاورمون بوده. به لطف الهی ما از ابتدای فیلم همینطور ابتدای کار سینما رو به رونق بودیم، ولی زمانی خوردیم که به فیلم پیشواز که انقلاب شد، البته خب انقلابی بود، انقلاب مردمی، هر کسی یه حوادثی و اتفاقاتی در درونش داره، بعضی ها هر دمین حیث مجموع همه اون راضی هستیم، ولی اون فیلم به عرصه سینما نرسید و ما نتونستیم از برداشت مالی برخوردار بشیم. خب تا اونجایی که من اطلاع دارم شما خیلی از ستاره های سینما رو به تحویل جامعه هنری دادید، چند تا از ستاره ها رو شما معرفی کردید به مردم؟ از اون خدمت بود که همونطوری که بعضتون رسوندم قبلا تعدادی از این بچه ها که خصوصی با هم صحبت میکردیم، یکیشون آقای پیمان بود. بله. که در فیلم های آقای ژورک و فیلم های خود ما بازی میکرد. من اینجا یک سوال کوچیک از خدمتون داشته باشم، الان شما میدونید آقای پیمان کجا زندگی میکنن؟ بله. کجا هستن؟ یزد هستن. یزد زندگی میکنن. خب بله، ادامه صحبت. بله. بله. چند روز پیش هم با من تلفنی صحبت کرد. بله بله دقیقا. از شما خدمتون که ایشون جوانی بسیار خوبی بودن، بسیار فعال بودن، در یزد در حال حاضر زندگی میکنن و چند فیلم ایشون رو ما برای موفقیتش فعالیت ها کردیم. خانوم شورانگیز طباطبایی شما معرفی کردید؟ بله. اصلا ایشون چهره ای بودش که برای اولین بار در فیلم ما بازی کرد و موفقیتی به دست آورد و که بعدها فیلم های بزرگی هم بازی کرد. حضورتون عرض کنم خدمتتون که دوستان عزیزی هم قبلا داشتیم که با ما همکار بودن و برای معرفیشون
میتونم به عرضتون برسونم که آقای منوچهر بزرگ از کنم خدمتون که ایشون هم جز اون هنرمندایی بودش که ما افتخار داشتیم باشون همکاری کردیم و در فیلم رونقی دادن و ما هم تلاشمون رو برای موفقیت ایشون انجام دادیم. بله، جا داره ما از اینجا سلامی عرض کنیم خدمت جناب آقای منوچهر وثوق، این ستاره بزرگ سینمای ایران. واقعا چهره دوست داشتنی بودن و ما گاهی با تلفنی با هم در تماس هستیم. امیدوارم هر جا که هستید زنده و سلامت باشید. خب از سر صحنه فیلم برداری. بله بفرمایید. بله عذر می‌خوام. خواهش. در فیلم گناه مادرم از خانم خدمتتون که همونطور که بعضی‌ها رسوندم خانم شیده و خانم سارا و عده دیگه بازی می‌کردن، آقای هوشنگ بهشتی بازی می‌کردن، آقای خسرو شایگان برای اولین بار در این فیلم بازی کرد و درخششی هم داشت. متاسفانه به علت مشکلات خانوادگی نمیدونم به چه دلیل نتونستن کارشون رو ادامه بدن. ایشون هم از کسانی بود که میتونستن در آینده نزدیک در مملکت ما هم ردیف آقای بهروز وثوقی باشن، چون هم تحصیلات خوبی داشتن و همین که دوبلور بودن و تیپ قابل قبولی برای سینما داشتن. بله، حالا ما دوباره برمیگردیم به یکی دو تا از سوال‌های قبلیمون. یکیش اینه که یکی از فیلم‌هاتون گناه مادر، بله، بعد از اکران شدن چند روز بیشتر رو پرده سینما نبود و این فیلمو پایین کشیدن و ما تو برنامه هم اعلام کردیم که به توسط چه کسی این فیلم ضربه خورد و پایین کشیده شد. شما از خانم شیده که بازیگر این فیلم بود و نیمه کار رفت دلخور نبودید؟ نخواستید؟ دلخور بودی؟ خیلی. بله ایشون از هم خدمتون که ضمن احترام کاملی که ما برای ایشون قائل بودیم ایشون ضرر قابل توجهی به ما زدن. بله. حالا قرار ضرر قابل توجهشون یک طرف ماندن فیلم. بله. حالا اگر خداوند اون استعداد لازمه رو به من نداده بود اون فیلم قابل جمع شدن نبود. بله. چون قسمت‌های حساس بازی دست خانم شیده بود و ناخودآگاه ایشون ناپدید شدن. البته بعدها شنیدیم که قدم بسیار خیری برداشتن و ازدواج کردن، ولی ما از آقای داماد خیلی گله‌مند بودیم. آقای قطبی آقای عزیز، شما که در اون رژیم کسی بودید چطور قبول کردید یه جوان در اون موقعیت با اون وضع اقتصادی جامعه همینطور بلا تکلیف بمونه؟ در حال زمان شامل حالشون شد، ما دیگه ندیدیمشون. و این گله رو بعدن همونطور که برزدونستنم مکرر از خانم شیده کردیم. بله، من به خاطر این سوال رو از خدمتون داشتم، چرا که من به خانم شیده قول دادم در مصاحبه‌ای که با این خانم داشتم. این خانم خیلی با محبت هستن، در شمال زندگی میکنن. خب دیگه دست سرنوشت اینجوری بوده که از سینما دوری کنه، بره یک جای آب هوای خوب شمال زندگی کنه، ولی این قول من بهشون دادم که در چند برنامه اسمی از فرزند عزیزشون که سالهاست از این مادر دوره. علی رضا جان، مادر چشم راهه. اگر مصاحبه مادرتون رو دیده باشید حتما دوباره پخش میشه، شما میبینید. ازتون عاجزانه تقاضا دارم، ازتون خواهش میکنم، اگه شده یک تلفن بزنید و این مادر رو از نگرانی در بیارید و از اینکه چشم راهتونه ازتون خواهش میکنم. اگر این برنامه رو دارین نگاه میکنید، چون این برنامه جهانیه، همه جای دنیا دارن میبینن، شما هم حتما دارین میبینید، مصاحبه مادرتون هم حتما میبینید. ما تو چند تا برنامه دیگه هم قرار شده که اعلام کنیم. علیرضا جان، ما منتظر تلفن شما هستیم. حتما با شبکه خاطره تماس بگیر، این مژده رو اولین کسی باشیم که به مادر عزیزتون بدیم، چرا که مادر حقی بزرگی گردن فرزندا داره، مثل گردن ما، هیچ فرقی نمیکنه، چون هنرمند فقط مال خودش نیست، متعلق به یک ملته. خب برمیگردیم به برنامه آقای بزرگی. آقای بزرگی، اگر اجازه بدید بریم یکی دیگه از کارهای زیبای شما رو ببینیم، برگردیم و در خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم. بله، هر چقدر که پیش میریم آقای بزرگی اینقدر زیبا صحبت میکنن، هم ما لذت میبریم، هم مهمانای عزیزی که اینجا حضور دارن لذت میبرن، هم شما بینندگان عزیز امیدوارم لذت ببرید. این بچه ها این کانال اون کانال نکنن، تا پایان برنامه با ما باشن.
خب آقای بزرگی، میخواییم دیگه پرونده قبل از انقلابو ببندیم. خواهش میکنم. آخرین کار شما اکران نشد. بله، آخرین فیلم ما از کنم خدمتون که با تلاش فراوان تلاش کردیم که بلکه به یه نقطه برسه به نام پیشواز بود. بله. که اونجا هنرمندای خوبی بازی میکردن، ولی متاسفانه نتونستیم به موقع برسونیم و فیلم به اکران نرسید. بله. و انقلاب مردمی شروع شده بود و دیگه ما درگیر همین فعالیت‌های اجتماعی بودیم که همه مردم مشغول بودن. بله. به دنبال کار انقلاب بودیم و خلاصه فیلم به بازار نیامد، ولی در هر حال زیاد ناراحت نیستیم. بله. مسائلی است که باید پیش میامد که پیش اومد. بله. من تا اونجایی که یادمه خانم نوشافرین رو هم شما معرفی کردید. بله، به بله. جامعه هنری خانم نوشافرین. ایشون هم خدمتون که از هنرمندایی بود که با اشتیاق و ذوق فراوان به سینما اومدن، تلاش ها شد برای موفقیتشون و به درجات بالا رسیدن. در همین اسنا بود که ایشون علاقمند خوانندگی شدن. بله. به طرف خوانندگی رفتن. بعد از کنم سعی ها کردن که مثلا قسمت هایی که از فیلم هایی که بازی کرده بوده جمع‌آوری کنن، که فکر میکردن که در خوانندگی میتونن موفقیتی بالاتر از سینما به دست بیارن. بله. در حال ما هم کمک کردیم تا اونجایی که تونستیم، با ایشون همراه بودیم، در موفقیتشون گام هایی برداشتیم. بله، خدا رو شکر. منم چون رفت آمد خانوادگی داشتیم جا داره اینجا سلامی عرض کنم خدمت خانم نوشافرین که عروسی خواهر من خیلی زحمت کشیدن، همسرشون آقای سعید راد خیلی زحمت کشیدن، چون تصویر بردار عروسی خواهر من آقای سعید راد بودن و خانم نوشافرین هم که دیگه سنگ تمام گذاشتن. بله. خب پرونده فیلم های قدیمی رو میبندیم قبل انقلاب و میایم بعد از انقلاب. بعد از انقلاب هم شما فعالیتتون رو شروع کردید. از چه تاریخی شروع کردید و چند تا فیلم ساختید؟ از اون خدمتون که قبلا هم مختصرا به عرضتون رسوندم، چون من بچه‌ها تحصیل می‌کردن، تازه انقلاب شده بود، سینمای ما هنوز سر سامان اونطوری که باید نداشت، ما مجبور شدیم تلاش‌های اجتماعی بکنیم و کارهای دیگه بکنیم تا بچه‌ها از تحصیلشون با نمونن. بله. و همین کار رو انجام دادیم و الحمدلله موفقیت هم بچه‌ها به دست آوردن و باز یکی از افتخارات من فیلم طیبه. بله. که امام فرمودن طیب حر دیگری است. و بارها در نماز جمعه گفته بودن که از طیب یادی نشده، ولی من بیش از 30 ساله که داستان طیب رو نوشته بودم و دلم می‌خواست در یک موقعیتی این فیلم رو بسازم که توسط یه نفر به نام آقای پاکدامن پیشنهاد شدش که آذربایجانی هستن، پیشنهاد شد که این فیلم رو بسازیم و ما تلاش فراوان کردیم و این فیلم رو با شرکت آقای جعفر دهخان، پرستوی خانم پرستوی صالحی و حضورتون از کنم آقای بهزاد رحیم خانی، بهزاد رحیم خانی و آقای وفایی و چند از هنرمندان و آقای جوهرچی. بله بله. که اینها واقعا بسیار با ما همراه و همکار بودن فیلم رو بسازیم و فیلم هم موفقیت بالایی داشت و قدردانی ها و تشویق هایی از اطراف و اجناب به دست ما رسید بابت این فیلم. این فیلم هنوز هم در شهرهای ایران روی اکران و تلویزیون هاشون، تلویزیون های محلی نشون میدن و تلویزیون ایران هم نشون داد. بله. خب الحمدلله برای ما موفقیتی داشت. خدا رو شکر. بعد من پرونده قبل انقلاب رو بستم، شما اومدین بعد از انقلاب دوباره فعالیتتون رو شروع کردین. بله. برادر شما آقای بزرگ جعفر بزرگی هم بعد از انقلاب فعالیت داشتن. بله. و چند تا فیلم بازی کردن که واقعا تو اون فیلم ها موفق بودن. قبل بعد میخوام به اون فیلم های بعد انقلاب که برسیم راجبش صحبت کنیم، البته طیب هم مال بعد انقلاب بود. بله. میخوام یه خاطره از این برادر گلتون هم تعریف کنی. بله. خدا بیامرز. بعد بریم سراغ فیلماتون. بله. بعد از شما خدمتون که ما یه کانونی داریم. بله. به نام کانون هنرمندا. بله. که عرض کنم خدمتون با مجوز رسمی اینها. بله. عده از خواننده های دیر و نزدیک رو. بله. که مجوز دارن دعوت میکنن و تو یک سالونی در ماه یه دفعه دو دفعه اجرای برنامه میکنن، همون انجمن هنرمندان ایران. بله. بله. برادر منم از خواننده های قدیمی بود که به خصوص اون فیلم، اون آهنگ مرغ سحرشون خیلی معروفیت پیدا کرد. بله. که آهنگ
کلن مال خواننده دیگه بود ولی موفقیت پیدا کرد. در هر حال ایشون هم تو این محافل و مجالس شرکت میکرد. از اونم خدمتون که یک روزی من از خیابان از خانم شمران داشتم میرفتم، یه آقای خبر داد که آقا در سالونی که در همونجا قرار داره عده‌ای از هنرمندا اونجا برنامه دارن. منم خیلی گرفته بودم دنبال یه موقعیتی میگشتم یه تنوع ایجاد بشه، به اون سالون رفتم. خب من رو میشناختن، برادرم هم قبلها میشناختن که هنوزم معروفتر از ما بودش. بعد از خانم خدمتون وارد سالون که شدم، قبل از که به پله های بالا برسم بلنگو اعلام کرد که به افتخار هنرمند ارزنده بزرگی کف بزنید. مردم هم کبری زدن و تقدیر شد، ما خیلی خوشحال شدیم، شروع کردیم تعظیم کردن. از جلوی سالن تا تای سالن رفتیم، به تای سالن که رسیدیم جلوی سن متوجه شدیم آقایون برای برادر من دست میزنن. بله خنده بلا تکلیف دوباره برگشتم رفتم یه صندلی زدم. و قشنگترین قسمت قضیه این بود که خود برادرم از اون بالا اعتراض میکنم، میگم من آواز خوندم تو تعظیم میکنی. هم خاطرات شیرینی بود از آقای بزرگی، چرا که ما قول دادیم خاطرات هنرمندا رو کتاب کنیم و خیلی از هنرمندا از خاطرات تلخ و شیرین خودشون صحبت کردن. به زودی این کتاب به نام خودشون چاپ میشه. از جوانان گفتیم، راجع به جوانان سوال کردم، فرمودید که جوانانی که به سینما رو میارن بله بله یه شغل دوم داشته. بله. آقای بزرگی با این همه تجربه‌ای که داره به جز سینما شغل دیگه هم دارین شما؟ بله، از خانم خدمتون که من از کدم خدمتون که برای بله یه شغل دیگه هم داره. من تزیینات داخلی ساختمان رو به اتفاق پسرام و بچه‌های یکی همکاران ما بودن انجام میدادیم. یکی از کارهای موفق اجتماعیه که هر منزلی بهش احتیاج داشته شد. ما این تلاش رو انجام میدادیم که همونطور که خودم قبلا در صحبت هم گفتم، همه دوستان و عزیزانی که وارد سینما میشن به خصوص طبقه جوان باید متکی به یه درآمد باشن. خود ما همین راه رو شروع کردیم. حالا هم در حال حاضر در کنار کار سینماییمون با خانم یه کار عرض کنم خدمتون تولیدی داریم که گهگاهی گوشه هایی از زندگی رو اداره میکنیم. بله. و بعدم یکی دو تا فیلم دیگه هم داریم، میخوام اونها رو به عرضتون برسونم که در حال حاضر مشغول ساختن. بله هستم. بله از خدمتتون که یه فیلم داریم به نام وکیل من، داستان یک جوانی است که خلاصه در چند کلام به ناحق به زندان میره. در زمان قبل از انقلاب به زندان میره و در اونجا باعث میشه که در محیط زندان بدآموزی پیش بیاد و به داخل اجتماع بیاد و با شکست روبرو بشه. این رو ما در قالب بسیار خوبی مطرح کردیم و فیلم دیگه هم که همی الان بچه ها دستن در کار هستن به نام قلب تصادفی. قلب تصادفی هم یه داستان خیلی کمدی انتقادیه، اون رو مشغولیم. و اگر خدا بخواد بزرگترین فیلمی که بعد از انقلاب خواهیم ساخت به نام آخرین خواستگار مادرم یا عروسی عمه خانومه که یکی داستانش خیلی زیبا و خوبی داره و انتقادی هم هستش، میتونه کمکی به پرونده فیلم سازی ما بکنه. بله انشالله. حالا اگر اجازه بدید بریم این سه تا چهار تا فیلمی که گفتین قسمت هایی از پشت صحنه فیلم ها رو ببینیم، برگردیم برای خدا بسید. خواهش میکنم. یه صلوات محمدی هم بفرستیم. دوربین این مدت خیلی عالی بود، واقعا خیلی خوب. برای همه هنرمندای مملکت واقعا از گوشه و کنار همه صداشون رو میشنون و همه لذت میبرن. برای ما هم شما هم ایشون افتخار بزرگی هستید. کاری کردن در کنار عزیزی مثل آقای بزرگی که کلوباری از تجربه هستن برای من نوعی که قطعا میخوام در آینده کارگردانی بکنم، خب خیلی چیزهای خوبی داشته. اولین چیزی که من از استادم یاد گرفتم صبر و شکیبایی که دارن تو همه موارد، یعنی توی استرسی ترین و سخت ترین شرایط کاری همیشه اولا شوخ طبعیشونو دارن، هم آرامششونو دارن و خیلی واقعا این
مدیریتی که دارن توی صحنه و سعی میکنن که همیشه با آرامشون تو همه کارها تنش هست. متاسفانه خب سر همه کارها الان یه مقداری ضعف و از لحاظ بودجه اینا یه مقداری همه کارها فکر کنم الان درد خیلی از کارها باشه، ولی با مدیریت خوب و نرمشی که دارن ما الحمدلله داریم پشت سر میذاریم، روزهای آینده هم قطعا روند کارمون و سرعت کارمون از این بهتر باشه. من الان یه چیزی هلوش 55 سال شجره کاری دارم. اولین فیلمیم که جناب آقای بزرگی به عنوان کارگردان اومدن کارگردانی میکنم فیلمی بود به نام گردش روزگار که در خدمت ایشون بودم. بعد از انقلابم که آقای بزرگی چندین سال بود که کار نکرده بودم به دلایلی، بعد که مجددا تصمیم گرفتم به کار، اولین فیلمشون تیه بود که من در خدمتشون بودم. بعد از تیه ما یه فیلم کار کردیم به نام وکیل بند. بعد از وکیل بندم که الان به قول بچه ها تدوینش تموم شده آماده به پخشه، این فیلم هم که الان ما داریم کار میکنیم به نام قلب تصادفیه که در کنار جناب آقای مولایی و آقای لولایی شرمنده هم و خانم جلالی و به کارگردانی خود جناب آقای بزرگی در خدمتشون هستیم که مدیر تولید فیلمون هم جناب آقای فخاریان هستن. دستاری که کارگردان برنامه‌ریز و آقای رضا نعمتی هستن که در کنار اینا هست. کار با آقای بزرگی چجوری پیش میره؟ والا خیلی خوب. البته قبلش من شنیده بودم که آقای بزرگی خیلی کند کار میکنن، ولی مال این چند روزی که داریم کار میکنیم تو هم برعکس خیلی مسلط و خیلی هم ریتم کارم خیلی تون هستش و بسیار خوب داره کار میشه و خوشحالم هستم که با آقای بزرگی دارم کار میکنم به خاطر اینکه بوی سینمای قدیم رو میده. و خب موقع من خیلی علاقمند بودم که فعالیتم رو موقع هنرهای دراماتیک میرفتم شروع کنم و خب یه سری مسائل پیش میومد و ما چون جوونم بودیم یه مقدار برای ما زیاد چیز نبودش، میدون خیلی باز نبود. همچنین آقای لولایی عزیز درود بر شما. خیلی ممنون، ازت تشکر میکنم و مخصوصا از برنامه خوبت که در یه جایی خاطره یکی دو بار من عاشق وحدتم، من همیشه وحدت خیلی دوستش دارم و هیچ موقع پیش نیومد که از برخوردی با ایشون داشته باشم. حالا قراری میذاریم با هم میریم خونه‌شون. باعث خوشحالی ماست به خاطر که من کاراشو همیشه دوست داشتم و دارم، فیلماش هم دارم و اگر دیدیش خیلی سلام برسونید بگو خیلی دوستش داریم. یعنی وعدت رو میبینم مرد یه تنه سینماست به نظرم، نویسنده، بازیگر، کارگردان، میبینم کمدی، واقعا
استودیو هم که داشت اون موقع دیگه اصلا تنهایی همه کاره بود دیگه. سلام برسید. بله عزیزان، با دیدن این تصاویر، با دیدن پشت صحنه های زیبا، انشالله بعدها فیلم های خوبی رو از آقای بزرگی شاهد خواهیم بود. انشالله من بعضی از فیلم نامه هاشو میخونم، واقعا خیلی سختگیری میکنه، خیلی دقت میکنه، میشینه اون چی که واقعا مورد علاقه خودشه برای بیننده های عزیز میسازه. خسته نباشین، بهتون میگم آقای بزرگی، اگر حرفی در پایان نگفته دارید بله. برای مردم ایران، برای بیننده های کوچه خاطره ها بفرمایید. با تشکر از تمامی گردانندگان برنامه خاطره ها، امیدوارم که ما هم بتونیم قدم های مثبتی برداریم تا بتونیم موفقیت های بیشتری در این راه کسب کنیم. از کارگردان محترم، از دوست عزیزمون که با مصاحبه قشنگشون جلا و گرمی به بیانیات کوتاه ما دادن، و از همه دستندرکاران تشکر میکنم. خدا یار و مددکارتون باشه. متشکرم. زنده باشین. درود بر شما جناب آقای بزرگی عزیز و خانواده محترمشون که واقعا امشب زحمت کشیدن و سنگ تموم گذاشتن. بله عزیزان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقیست. در پایان برنامه بازم ازتون خواهش میکنم، همینقدر که ما رو تشویق میکنید، همه جا ما رو مورد تشویقای خودتون قرار میدید، فقط این یک کلمه رو به ما نگید دیگه، ازتون خواهش میکنم. چرا که این واقعا سوالیه که تو زندگی من خیلی تأثیر گذاشته. ما داریم تو ایران زندگی میکنیم، برنامه ما رو ربط به سیاست ندید، برنامه ما فقط هنریه، الان 4 ساله داره پخش میشه و مورد تشویق شما و مهر محبت شما بینندگان عزیز قرار گرفته. جا داره اینجا من تشکر کنم از خانواده آقای بزرگی که واقعا امشب همجور که خدمتون عرض کردم سنگ تموم گذاشتن. تشکر کنم از همه این مهمانان عزیزی که پشت صحنه هستن، از کارگردان این برنامه، از جناب آقای بهمن دشتی‌زاده که 1 ساعت این وقت رو به من داد من بیام به خونه های شما. باور بفرمایید 1 هفته که برنامه حالا به دلایلی قطع میشه، دلم برای شما ملت ایران تنگ میشه. دوستتون دارم. تا برنامه بعد خدایار و نگهدارتون باشه. و من دارم خداحافظی میکنم، فقط یه چیز یادم رفت بگم، از کارگردان این برنامه مسخره میکنم. شما یه کلیپی رو میبینید که مردم خونگرم و هنردوست ایران توی خیابون جلوی ما رو میگیرن و دوست دارن عکس یادگاری داشته باشن. دوست دارم این کلیپ رو شما ببینید، ببینید که چقدر مردم این برنامه رو دوست دارن. تا برنامه بعد خدایار و نگهدار شما باشه. خدا نگهدار.